سیاستمداران کانادایی آتش سوزی عمدی در یکی از مساجد استان آلبرتا را که همزمان با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر اتفاق افتاد محکوم کردند. این مسجد که در شهر ادسون واقع شده شنبه شب به آتش کشیده شد و درب ورودی آن با وجود اینکه با مواد مقاوم به آتش ساخته شده بود در اثر این آتش سوزی سوخت. با این وجود خسارات وارده در اثر این حادثه ناچیز بوده و به کسی آسیب نرسیده است. در این میان رالف گوداله وزیر امنیت عمومی کانادا در توییترش ضمن محکوم کردن این حادثه نوشت: تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و همه کانادا علیه این عمل بیشرمانه ایستادند و همه حق دارند اعمال دینیشان را بدون ترس انجام دهند. آراشل ناتلی، نخست وزیر حزب سوسیال دموکرات آلبرتا، این اقدام را باعث خشم تمام مردم آلبرتا توصیف و بر تعهد دولت به مبارزه با نژاد پرستی در اشکال مختلف تأکید کرد. جیسون کنی، رهبر حزب محافظه‌کار در استان آلبرتا نیز به آتش کشیده شدن مسجد را حمله به آزادی نامید و همزمان برای اعلام همبستگی با مسلمانان علیه هر گونه اعمال نفرت محورانه متعهد شد. گفتنی است تصاویر دوربین مدار بسته در خارج از مسجد فردی را نشان دادند که سویشرت کلاهدار تیره پوشیده و با پیت نفتی که در دست داشته حوالی ساعت 11 شب محل حادثه را ترک می کرده است. شاین ذکر است این مسجد در شهر ادسون در 200 کیلومتری شهر ادمونتون از 30 سال پیش تا کنون محل عبادت و نیایش مسلمانان بوده است.